مننه. اوس د افغانستان د اسلامي جمعیت له موقت مشر څخه هیله کوو چې د دې غونډې د ارزښت او اړتیا لپاره خپله وینا واوروي. محترم صلاح الدین ربانی د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. اعضای محترم شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، خبرنگاران محترم و مردم شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان امتداد نهضت اسلامی معاصر کشور که خود را مشعلدار مبارزات روشنگرانه و آزادی خواهی مردم افغانستان می داند، در 60 سال عمر خیش مرحله های مهم تاریخی را تجربه کرده است. جمعیت اسلامی افغانستان در 60 سال عمرش در 3 مرحله تاریخی 3 روش مبارزاتی را تجربه کرده است. در مرحله اول برای روشنگری جامعه و مبارزه با استبداد به عنوان یک نهضت روشنگرانه سیاسی به شیوه اصلاح طلبانه عمل کرده است. با توجه به تحمیل شدن جنگ بر مردم افغانستان در دوره‌های جهاد و مقاومت، جمعیت اسلامی رویکرد مبارزاتی خیش را تغییر داد. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک سازمان سیاسی نظامی رهبری بخش عمده مبارزه بر ضد کمونیسم، تروریسم و آشوبگری را به عهده گرفته و در این راه مشمول قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود قربانی های بی‌شماری را داده است. درنو حاضرونو، د بل توافقات ورسته به هیواد شرایط و اجدا ایجاب اوله چې اسلامی جمعیت د خپل نیمه پیړۍ مبارزه او سیاسی سابقه څخه په استفاده د یو عصري ګوند په توګه ځان منسجم کړي او په نوې سیاسي پروګرامونو سره نوې صفحه پیل کړي. دغه موخې ته رسیدلو د اسلامي جمعیت په تشکیل او برنامو کې اصلاحاتو ته اړتیا لرله چې د جهاد او مقاومت رهبر د ژوند په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې هڅې پیل شوې. د جهاد او مقاومت لهبر له شهادت وروسته نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي نظام د اصلاح کولو طرحمو د هیوادوالو د یوه سیاسي غوښتنې په توګه مطرح او تعقیب کړه، بلکې په اسلامي جمعیت کې د اصلاحاتو او انسجام لپاره مو هم کار وکړ. حضار گرامی، قرار بود تا در راستای بازسازی ساختاری جمعیت اسلامی افغانستان مجمع عمومی ممثل این حزب برگزار شود، اما با توجه به برخی مشکلات ساختاری و شرایط کشوری در شورای رهبری به توافق رسیدیم که در گام نخست برای فعالسازی نهادهای مرکزی و محلی شورای رهبری موقت را گسترش بدهیم. پس از بحث و رایزنی های لازم با شخصیت های تاثیرگذار جمعیت اسلامی افغانستان، 64 تن از برادران و خواهران را به عنوان اعضای شورای رهبری موقت اعلام می‌داریم. این شورای رهبری موقت مسئولیت رهبری جمعیت و تکمیل ساختارهای حزب را این حزب را به عهده داشته و باور داریم که با توجه به ترکیب فراگیرش از روند شورای شدن بیشتری این حزب نوید می‌دهد. نوید دیگر ما این است که شورای جدید رهبری به زودی اعضای شورای عالی و همچنان اعضای شورای جمعیت اسلامی افغانستان را نیز از میان شخصیت‌های نخبه و با نفوذ این حزب برگزیده و اعلام می‌کند. شورای رهبری و شورای عالی جمعیت اسلامی افغانستان تا برگزاری مجمع عمومی مسیر حرکت این حزب را در مسائل کلان ملی
مثل انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری ترسیم خواهند کرد. به همین دلیل امروز نه تنها اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، بلکه برای میلیون‌ها عضو این حزب تاریخ ساز و افتخار آفرین نیز یک روز مهم و تاریخی است. جمعیت اسلامی افغانستان طی 16 سال اخیر فراز و فرودهای زیادی را شاهد بود، اما زیر بار هیچ توطئه‌ای نرفت و امروز گام بلند دیگری را برمی‌دارد و در راستای دستیابی به خواستهای مردم افغانستان اقدام می‌کند. حضار گرامی، جمعیت اسلامی افغانستان در شرایط کنونی با درک واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه، برنامه و دیدگاه روشن برای اداره کشور دارد که به چند مورد مهم آن و برجسته آن اشاره می کنم. اول، جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان نماینده خط اعتدالگرایی در تفکر اسلامی هر گونه افرادگرایی خشونت طلبی را مردود دانسته و هم مانند گذشته در آینده نیز با هر گونه افرادگرایی و مظاهر خشونت طلبی مبارزه خواهد کرد. دوم، این حزب همان گونه که نمایندگی از خط اعتدالگرایی در تفکر اسلامی می کند، در عرصه سیاسی نیز خط میانه‌روی را برای آینده یک افغانستان مردم سالار و توسعه یافته ترسیم کرده است. از دید جمعیت اسلامی افغانستان، با توجه به ساختارهای اجتماعی افغانستان و برای جلوگیری از انحصارگرایی و استبداد سیاسی، معتدلترین نظام سیاسی برای این کشور نظام پارلمانی است که قدرت در آن به گونه افقی توزیع می شود. سوم، جمعیت اسلامی افغانستان همچنان مشارکت سیاسی در دولت را حق همه شهروندان دانسته و انحصارگرایی را تحت هر عنوانی که بوده باشد به زیان مردم کشور می داند. با استناد به این ضرورت ملی نیز، از دید جمعیت اسلامی افغانستان مشارکتی ترین نظام مردم سالار برای افغانستان نظام پارلمانی است. چهارم، جمعیت اسلامی افغانستان تنها به فکر گرفتن قدرت سیاسی و یا شریک شدن در حاکمیت نیست، بلکه فراتر از آن به عنوان یک جریان تأثیرگذار به دنبال این است که چگونه همیشه بر روند اداره کشور و جامعه برای بهبود شرایط زندگی مردم تأثیرگذار باقی بماند. پنجم، از دید جمعیت اسلامی افغانستان منافع کلان ملی افغانستان در شرایط کنونی عبارت است از تحکیم وحدت ملی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأمین صلح عادلانه و امنیت پایدار و دستیابی جامعه به رفاه و توسعه می باشد. جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که بدون مشارکت ملی تحقق این منافع کلان ملی ممکن نبوده و با تجربه به این ضرورت ملی در کنار تعامل با دولت، طرفدار ایجاد همسویی و همکاری با احزاب و گروه‌های مختلف در این راستا می باشد. ششم، با تکیه بر بنیادهای فکری اعتدالگرایانه رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است و دروازه این حزب بروی همه شهروندان این کشور باز است. هفتم، جمعیت اسلامی کثرت‌گرایی سیاسی و نظام چند حزبی را در کشور یک ضرورت ملی می داند و برای دستیابی به توسعه سیاسی و به همین دلیل در مواردی که با دیگر احزاب توافق نظر و یا نزدیکی دیدگاه و برنامه داشته باشیم باورمند به همکاری و همسویی هستیم. هشتم، در داخل جمعیت اسلامی افغانستان نیز همیشه یک فضای کثرت‌گرایانه و چند صدایی وجود داشته و این یکی از نقاط قوت
این حزب بزرگ شمرده می شود. جمعیت اسلامی افغانستان همان گونه که کثرت‌گرایی سیاسی را برای توسعه کشور ضرورت می داند، در داخل حزب نیز تفاوت دیدگاه را به عنوان لازمه توسعه سیاسی همیشه به رسمیت شناخته است. حضار گرامی، هدف از بازسازی ساختاری جمعیت اسلامی افغانستان این است قدرت بسیج مردمی خیش را برای کارها و برنامه های کلان بیشتر از پیش تقویت کنیم. همان گونه که در انتخابات گذشته قدرت بسیج مردمی خیش را نشان دادیم، باور داریم که با توجه به تصمیم امروز در انتخابات های بعدی نیز با قوت و قدرت بیشتر مردمی در صحنه حضور خواهیم داشت. از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم که به ما توفیق نصیب کند تا در راستای دستیابی به اهداف کلان و مردمی خیش موفقانه عمل کنیم. در اخیر از همه برادران و خواهرانی که برای انسجام و تقویت فضای همدلی و وحدت در جمعیت اسلامی افغانستان به گونه شبانه روزی تلاش ورزیدن عمیقا اظهار سپاس و امتنان میکنم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.